عرض کنم که خدمت عزیزان آقای سرورم اربابم آرشد حسین آقای موسوی سلام عرض میکنم، دست حالی آقای سعادتی را میبوسم. اگه خاطرتون باشه من این از حسین آقای موسوی یاد گرفتم، شبهایی که عراق پاتک میزد بالاخره ماها بودیم که باید تشخیص میدادیم که این پاتک ها پاتک های سنگینی خواهد بود یا پاتک های به اصطلاح زیاد سنگینی نخواهد بود. حالا خاطرات زیاد هست، خود شب کربلای 4، ببخشید، والفجر 8 اون بره کارخونه نمک و کربلای 5 و خود مهران این بره که در خدمت دوستان بودیم، حتی خرمشهر، بچه های اطلاعات عملیات اطلاعات می آوردن، مونیتور می کردن. این وظیفه ماها بود که این مونیتورینگ رو کنار هم بگذاریم. من خودم وقتی که گزارش می آوردن بچه های اطلاعات، گفتم هر چیزی، هر حرکتی رو که می بینید ببینید و گزارش بکنید. خب خدا خیرشون بده، واقعا این بچه ها دفترچه های چلبرگ داشتن، می آوردن و یادداشت می کردن. اون قضایای شاخصگیری و فجعه هشتم که خب همه می دونید. تمام مسائل ریز و درشت باید یه ده مونیتور بکنن، بی‌طرفانه مونیتور بکنن، یعنی ببینن که چی داره میگذره داخل استانها، نه به صورت اینتلیجنت. خوب دقت بکنید، یک شخص اینتلیجنت، یک شخص اطلاعاتی قبلا موضعش رو داره، قبلا تحلیل خودش رو داره، او یک فرد ایدئولوژیکه، داره میره از ایدئولوژی خودش دفاع بکنه، چنان که ما کردیم و هنوز هم میکنیم. اما مونیتورینگ شفاف باید باشه، مونیتورینگ واضح باید باشه، مونیتورینگ بازار، مونیتورینگ فرهنگیان، مونیتورینگ بازنشستگان، مونیتورینگ دانش آموزان، دانشجویان، نظرخواهی های بسیار علمی کردن، اینا همه باید مونیتورینگ میشه. یکی از مونیتورینگ هم حرکات خارج از کشوره و گوش کردن به امثال مثل ماست که چه جریاناتی در خارج از کشور داره شکل میگیره. اینها رو باید مونیتور بکنن، نه به صورت امید دانا و سایت شفاف تیوی و نمیدونم سایت آقای تحلیلگر و دنبال مسیح احمدی‌نژاد رفتن و نمیدونم دنبال ایران اینترنشنال یا سعودی اینترنشنال و اینا رفتن. نه، این مونیتورینگ نمیشه. متاسفانه محدودن دوستان ما در ایران، فقط دستشون به بی بی سی و وی او ای و همین وایس آف امریکا اینا رو اینترنشنال اینا میرسه. مونیتورینگ یعنی تظاهراتی که اینجا انجام میشه، بیانیه هایی که اینجا ایرانی ها دارن میدن، لابیگری هایی که ایرانی ها اینجا دارن میکنن، اطلاعاتی که اینجا ها ما بهش دسترسی داریم و داخلش هستیم، این مونیتورینگ مهمه که بتونن مهره های بعدی رو تکون بدن. من چند تا از این خصوصیات رو خدمت شما عرض میکنم. ایرانی ها، بزرگترین اجتماعی که تا حالا میتونست انجام بشه در برلین انجام شده، بعدش در کانادا، 70-80 هزار نفر تا 100 هزار نفر در برلین بودن، 50 تا 55 هزار نفر در کانادا، در شهر سان فرانسیسکو هم بوده، چشمگیر نبودش، فکر نمی کنم 5-6 هزار نفر بیشتر اومده باشن، شهرهای واشنگتن دی سی بوده، در حد 200 نفر رفتن تحصن کردن. آمریکا به اون شکل گنده نبوده، اما اروپا بسیار بسیار قوی بوده. اما شعارهای اینا چیه؟ خیلی شعارهاشون، خیلی دقت بکنید، شعارهاشون در 44 سال گذشته اصلا تکراری نیست. شعارها شعارهای نوعیه، یک پوزیشن جدیدی دارن میگیرن. اولا اعلام میکنن تو تظاهراتشون که هیچ پرچمی نباید بره بالا. بعد تو تظاهرات برلین پرچم کردستان آزاد آورده بودن، پرچم آذربایجان آورده بودن، پرچم لرستان، الاهوازیه و بلوچستان. خب پیام میدادن که به اصطلاح اینا مال تضییع طلبیه. اونها میگن به خاطر اینکه بهانه دست جمهوری اسلامی ایران ندیم، دست رژیم ندیم، پرچم ها رو بیاریم پایین. این اولین شعار اینهاست، یعنی میخوان واقعا خودشونو جدا بکنن از قومیت گرایی و قومیت خاص و رسما دارن شعار یک پارچگی ایران رو میدن. این شعار اول ایناست. شعار دوم اینها براءت از هر اپوزیسیون موجوده.
اینا از رضا پهلوی به راحت جستن کشیدنش پایین، حتی یک تریبون بهش ندادن سخنرانی بکنه. اون سخنرانی هایی که میبینید میکنه با بی بی سی و اینترنشنال اینهاست. در این جمع ها سلطنت طلب ها اصلا راه نمیدن. در آلمان اتوبوس آورده بودن منافقین، مریم رجوی اینها، حالا بخوایم من فیلماشو براتون میفرستم، با فحش و فضیحت و افتضاح که تروریست برو گم شو، منافق که نمیگن اینا، تروریست برو گم شو، تروریست برو گم شو، جنایت کار برو گم شو، جور اینا فرار کردن و سوار اتوبوس کردن و بعد فرار کردن. فیلماشو من برای آقای حسین پور عرض کنم که میفرستم. یعنی واقعا هیچ کسی هنوز از اپوزیسیون خارج از کشور نتونسته خودشو به اینها بچسبونه، یا اینا خودشونو به کسی بچسبونن، کاملا به راحت میجوند. اینم یه مونیتورینگه. مونیتورینگ سوم، یه آقای به نام دکتر حامد اسماعیلیون، اگر اسمش اشتباه نگم، همون کسی که زن و بچهش در هواپیما اوکراینی کشته شدن، یک به صورت اپوزیسیون رهبری این جنبش مردمی رو به عهده گرفته. حالا ایراد در سخنرانیاش هست، به اوناش کاری ما نداریم. یعنی چهره ای هم که گذاشتن برای رهبری، برای سمبول، یک چهره مظلوم عرض کنم که آسیب خورده است که خود جمهوری اسلامی ایران به خطای خودش پی برده و اعتراف کرده. ببینید چقدر این قضیه حساب شده است. این چهره عرض کنم که میاد سخنرانی میکنه. پس اینم میشه حالت، حالا ندم سومون یا چهارم. نکته بعدی، گروه ها و جریان هایی رو که اندیشه های مذاکره و مسالمت جویانه رو به صورت لابیگری در آمریکا دنبال میکردند، که از زمان آقای دکتر ظریف، از زمان موسویان، از زمان صادق خرازی به اعتقاد من به دستور رهبری ایجاد شده بود، که در زمان آقای خاتمی داشت به ثمر میشه، سالا نمیدونم کدومشون تو توالت موندن، نفر قبلی نیمد یا کلینتون بوده یا خود آقای خاتمی. من معتقدم کلینتون، حالا اطلاعاتشو میشه رجوع کرد، بعضی میگن آقای خاتمی، که حتی تا این مرحله هم رفتن. حتی خاطرتون هست که آقای هاشمی چجوری تنش زدایی کرد با ملک عبدالله، دم آسانسور به هم رسیدن و با هم وارد سالن کنفرانس وحدت اسلامی یا کنفرانس سران کشورهای اسلامی شدن، که همه تکبیر فرستادن و کف زدن و اینها، با هم دست هم دیگه گرفتن وارد سالن شدن و آقای هاشمی این تنیزدائی بین عربستان رو حل کرد، تا جایی که وقتی که عبدالله زنده بود به بوش پسر پیام داد، گفت من از آسمان عراق، از آسمان عربستان اجازه نمیدم که عملیاتی علیه عراق انجام بشه، که اینا مجبور شدن از روی کویت برن و از روی خلیج فارس و عرض کنم که ترکیه، و اجازه نداد. حالا بگذاریم، این عرضم به خدمت شما نفی هر اپوزیسیونیست که من دارم خدمتون عرض میکنم. مشخصه بعدی اینها از که ها اینو در این رابطه گفتم که مخالف هر نوع مذاکره ای هستند. گروه اینجا درست شده بود که اونو داشتم میگفتم، گروه اینجا درست شده بود به نام نایاک، خیلی ساله، خیلی خیلی ساله. حسین آقا باید بدونه، آقای موسوی عزیزم، که ارتباطاتی که برقرار میشده و نمیدونم وقتی تو افغانستان بودن و با جنرال پتراوس و اینا، همون آدم که میبد و میرفت و اینا، یه شخصی بوده به نام تریتا پارسی، از اون موقع اینا این ارتباط رو برقرار کردن. خود آقای خامنه ای هم خودش گفته که در سال 2010 این ارتباطات بین اوباما و ایشون بوده، تا اینکه میرسه به امضای برجام در سال 2015. الان گروه نایاک رو جوری دارن مزمحل میکنن، شما هر جا بخوای بری در تظاهرات اینا شرکت بکنیم، ما که نه، پیگیری داریم میکنیم، مونیتور داریم میکنیم، اول باید پتیشن علیه نایاک رو امضا بکنی. یعنی هر کسی که موافق مذاکره با جمهوری اسلامی ایرانه، موافق به اصطلاح رفع تحریم جمهوری اسلامی ایرانه، تو این اپوزیسیونی که الان ایجاد شده و یک اجماع جهانی داره، راه نداره. خیلی دیگه اینا زیاد هستن دیگه، حالا اسم شما یه سری اسم براتون آشنا نیست، اسم بردنش
مسئله رو حل نمیکنه. مثلا اساتید دانشگاه مثلا دکتر عباس میلانی که دانشگاه استنفورد هست، رئیس بخش خاورمیانه‌شناسی و ایران‌شناسی، پروژه بسیار بزرگی، حدود 6 7 میلیون دلار هم پروژه داره. از شجریان دعوت کرده، بهرام بیضایی، عرض کنم که خانم پریسا، اینا رو دعوت میکنه، از مورخین ایرانی شفیع کدکنی، عرض کنم که میان و صحبت میکنن. و پروژه ایران پژوهی نویسنده کتاب شاه هم هست که حقایق زیادی هم توی کتابش گفته. از این آدم که یک مارکسیست بوده در دانشگاه تهران تدریس میکرده، این آدم رو میرونن تا برگزاری کنسرت ها. یعنی کنسرت هایی که اینجا انجام میشه، چون یک بار یکی مثلا از حاج قاسم دفاع کرده خدا بیامرز، یا یک نامه ای داده که مثلا سپاه رو تضعیف نکنید چون نیروی نظامیه، اونا رو با خاک مذلت یکسانش میکنن. و عجیب طرفدار افسایش تحریم ها هستن. یعنی هر دور مذاکره رو بسن، یعنی کار رو به جایی رسیدن که آقای جاستین تودورو، جاستین اسمش من باز میگم تودور، جاستین ترودو، بیا چون رئیس جمهور ما نیست، یادمون میره رئیس جمهور همسایه ماست، آمریکایی، چیز کانادایی. این خیلی حرفه. به عنوان نخست وزیر کانادا خواستار سرنگونی رژیم ایران میشه، میگه من با برای این کار هر کاری رو انجام میدیم. ببینید اینجوری این جوهای سیاسی، این موضع‌گیری های سیاسی، سیاست مدارا رو به این شکل برمیگردونه. یا در پارلمان کانادا تصویب میکنن که برن شورای امنیت، چیز مجمع عمومی سازمان ملل، و ایران را از حقوق بشر، از کمیته حقوق بشر اخراجش کنن. یا پارلمان اروپا یا کشور آلمان مواضع فعالان، از کشور آلمان بخواد مواضع فعالانه به خودش بگیره. این طرفدار از کنید. حتی کار رو به جایی رسوندن که یه گروهی هست به نام مؤسسه توانا که وابسته 100% به اسرائیل و پنهانش هم نمی کنه. عرض کنم که خانوم، بذارید من اسمش یادم بیاد، انقدر اسم تو ذهن من هست، خانوم حکاکیان، لاله حکاکیان، یا لیلا یا لاله حکاکیان، و یه خانوم دیگه هم هست که خانوم مریم معتمد اقتصادی، معتمد صادقی. اینها تقاضای بمباران ایران رو میکنن. شما اگه فایل صوتیش هم ما بخواییم براتون میفرستم. یعنی میگن اینها بمب‌های دموکراسیه، اینا بمب‌های آزادیه. یعنی این خواسته رو دارن از اپوزیسیون خارج از کشور. این اپوزیسیون دیگه اون اپوزیسیون قبلی نیست، دیگه سلطنت طلبا نیستن، دیگه سازمان منافقین دیگه نیست، دیگه نمیدونم ابی و داریوش و گوگوش و اینا نیستن. یک چهره بسیار جدیده که گستره نفوذش هم بسیار زیاده، از دانشجوها، از فرهنگیها، از دکترا، از اساتید دانشگاه، از محققین ناسا، از بچه های گوگل، فیسبوک، این ایرانی هایی که همه جا کار میکنن، تعدادشون هم بسیار زیاده. اینها هستن دیگه، واقعا چهره های نوعی هستن که تا حالا شناخته نشده بودن، شناسایی نشده بودن و حرکاتی از اینها دیده نشده بود. اینها رو من عرض کردم که ببینید گستره فعالیت ها به چه شکله. این هم دیتای بود که من خدمتون گفتم. یه دیتای دیگه هم هست، نتیجه میگیرم در فایل نهایی آخر.